مقاومت جدید که برابری احمد مسعود صورت گرفته، فکر میکنین که راه به جایی ببره؟ بله، طرفدار حمایت کننده خواهد داشت. بله بله، انسان ها همیشه امیدوار هستند. وقتی که انسان یک گامی را میبرداره که به خاطر مثبت بوده باشه و به خاطر یک تغییر مثبت در یک محیط باشه، بله چرا نه. همیشه مقاومت ها اینطور نبوده که یک توده بسیار زیادی یک دفعه آمده باشند، بلکه بسیار باز اشخاص کمی شروع شده و بالاخره. مگر ما اتفاق نداریم، اتحاد نداریم، جای شرم است. با زن احترام نداریم، زن قسم استفاده میکنیم که غلام ماست، که نوکر ما. نه او برادر گل، او برادر گل. خداوند موتور عصد کرده، خداوند نیست میکنه. اما چیزها را به دست خداوند است. اما متاسفانه دست خارجی ها به نام ملا و به نام شیخ و به نام سید تا وال افغانستان سوی استفاده است. و هم سایه ما... سخفر الله ملا را چیز نگوید؟ نه من خودم ملا بودم. بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده ای بی یاد وطن بی وطن است. خب دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم سلامت باشین. من نظیر عظیم کریم، خبرنگار آزاد. ای بار نه از کاخ سفید، نه از پنتاگون، نه از وزارت خارجه، از شهر زیبا و مزعم نیویورک با شما هم کلام هستم. هوا کمک سرد است، اما افغان های احساس ما با دل های گرمشان و با یک عالم امید آرزو جمع شدند تا خدمت به امیهنانشان انجام بتن، دادخواهی کنن. امیهنانشان نمیتی که طالبان نبینن؟ نه خیر، نه او گپ نیست. میخوایم روی زیبای شما را ببینم. شعار چیز از طالب چی میخوایی؟ از امارت اسلامی چی میخوایی؟ امی پیام مایی برای همه مردم های روی دنیا است که افغانستان پس موصل پس بیاریم. بسیار حالت خراب شده ده ای 3-4 ماه که ما میبینیم در تیوی و تلویزیون و زیادتر ما در دل ما در ترس است بر خود افغانای ما که حالت شاید خرابتر باشد. نان، غذا او چیزا بسیار کم شده و حال فعلا امریکا تا بال بنک ها را فریز کردن، پول پیسه نیست. بسیار مشکل است که مواد را از یک طرف دیگر طرف ببرین و این گناه افغان ها باید نباشد که این گپ اخشان شده. و امیدوار هستیم که بخیر، که کس آواز ما رو بشنوه، کس کل یک جای شوه و بتانیم که از ایالت که فعلا افغان های ما هست نجات شوند. برای طالبا چی پیام دارین؟ شما خواهم گپایتان متوجه امریکا بود که پولا رو منجمد کرده یا فریز کرده، برای طالبا هم کدام پیام و مسیج دارین؟ برای طالبا مسیج همی دارین که کمک عقل و اوش خود از یادتر به فکر آینده انسان ها و چی که واقعی مقصدشان باشد سیف در فکر باشن که یا چی کار میخواین کنن که از شخص خود که بسیار میخواییم که افغانستان پیشرفت کنن و نمیخواییم پس بریم. 2022 میشه سال آینده بخیر و ما میخواییم که طالبا کمک دور فکر باشن و فکر کنن که ما میخواییم که پس سل بیاید برای همه انسان های. بسیار مشکل است که فکر کنی بارش خاطر حالت بسیار در اونجا فعلا. امیدوار هستم که طالبا پیام شما را بشنوه و امریکا هم بشنوه، پیسای فریز شده را پس ان فریز بسازه. بسیار تشکر. نامک خود چی است؟ زلیخا. زلیخا جان، میگه زلیخا مرد از اسرت چو یوسف گشت زندانی، چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی. یا این شیرن خوشت نامد؟ بینی خوشم آمد. ای زلیخای عزیز، یوسف به بازار آمده، یوسف به بازار آمده. نام پدرت یوسف؟ یوسف جان. نام من زلیخاست. اینجا آمده ایم از خاطر افغانستان گپ میزنیم، از خاطر حالت افغانستان. مردم میفهمن بسیار خراب هستن. من پیشتر گفتم زلیخا مرد از حسرت چو یوسف گشت زندانی، چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی. زلیخا جان میگه طالبا کار نکنه که باز پشیمان شود. بله. چی پیام داری برای طالب؟ روز به روز حالت خراب شده به مردم افغانستان. امی زنا را بانن که درس بخونن، اشتکار را بانن که مکتب برن، مردم برو کار کنن. طالبا را کل ما خوب خبر داریم، درس نخوندن. مدرسه خوانده نیست زلیخا جان؟ نه خیلی درس نخوانده. مردم های هست که از کو هستن. افغانستان بسیار جوان های ما روشن فکر هستن، میخواین افغانستان خوبتر شد.
ما خودم چند فامیل که دارم خودشم درس خواندن در خود افغانستان، از خاطر حالت خراب آمدن نمیتونن درس بخوانن، اند کار خودم نمیتونن برن. فامیل خودم از پنجشیر است، حالت پنجشیر راستی خراب است. اول قضیات نمیگیرم از پنجشیر، تلفونا را قطع کردن، لاینا را دعا کنیم که یک روز خوب، یک روشنی در خود افغانستان بیه. چقدر وقت است که پنجشیر رها کردی بیبی؟ فامیل مادرم از پنجشیر است. پدر از کجاست؟ پدر از مزار است. چقدر وقت است که پنجشیر ماندی و اینجا آمدی؟ نه، من اینجا تولد امریکا هستم. ما بچه دوره ظاهر خان هستیم. در اون دوره دموکراسی، آزادی، بیان برای زن، برای مرد، برای همه بود، اجازه داشتن. محمد صلی الله علیه و سلم که آمد به خاطر از این که از زن دفاع کنه. اگر زن نباشد دنیا نیست، اگر زن نباشد مادر نیست. تمام بار دوش همی مردا سر زن است. ما باید رسپکت به تمام اینا داشته باشیم. مملکت ما از اون مملکت نبود که پس مانده بود. امروز دستای خارجی است که کار میکنه ما شما را از بین میبره. لطفا یک جای باشیم، اتحاد کنیم، اتفاق کنیم تا که پس افغانستان بسازیم. در وقت ما از آره، قنداری، جلال آبادی کلش یکی میامد کابل کار میکردن. ما هیچ وقت نمیگوتیم که شما کی هستین، شما همش وجود ما هستین. بفرمایین اول خود معرفی کنین. اسم سعید است. در یوای سرد برای چی آمدین؟ چی دادخواهی میکنین؟ وطن وضعشت چطور میبینین؟ میگه هر کس روز بیمه طلبت از ایام مشکلان است که هر روز بتر میبینم. بله. از پتازی شده مجروح به زیر پالان توق زری نمه در گردن خر میبینم. راست میگه بلکل چیزی که شما میفرمین بلکل درست است. امروز اگر ما اتفاق اتحاد نکنیم با هم یکی دیگه نسازیم، دست خارجی رو باید اجازه نتیم. خارجی ها از ما استفاده میکنن. چرا؟ هر چیز ما رو میبرن به نفع شخصی خود. باید میگه ما برای شما کمک میکنم. چی کمک میکنی؟ از خانه این پیسه من میبری، پس برای من میبری، مرا خیرات میدی؟ و در ضمن که یک جای نباشیم، اتحاد نکنیم، کامیاب نمیشیم. این پیام است به مردم افغانستان. در مورد جبهه مقاومت ملی چی گفتنی دارین؟ فکر میکنین که جبهه مقاومت ملی یک قوه است که بتانه علی طالبان بجنگه و عدالت خواهی کنین؟ پنشیریان برادر ماست، قنداریان برادر ماست، هزاران برادر ماست، شویان برادر ماست، کل از اینا برادر ماست. ما از یک افغانستان واحد هستیم. ما نمیخوایم که جدا شیم از هم. ما نمیخوایم که دست خارجی تجاوز کنه تا شما را از بین ببره. در مورد طالبان چی گفتنی دارین؟ نه طالبان خارجی میگن یا طالبان خارجی روان کرده؟ منظورتان نفهمید. والا طالبان خارجی روی کرده، پیشترشم خارجی روی کرده که گلبدین نشد که دیگه شد، کلش خارجی روی کرده بود. البته دید که خود از اینا از کار نیست، مجبور خارجی ها را روان کرده. نه اطور است که بلد افغان چنج کرده نمیتونین. این بچه شعر هستن، این مردم افغانستان مردم شعر هستن، مردم خواب برده نیست. در اسلام ظلم نیست، در اسلام عدالت است، پیس است، محبت است، جستس است. اگر این برادرای ما از جستس، پیس، محبت کار میگیرن موفق هستن، اگر نه ناکام هستن برای عبدالعبد. خلاص. فعلا وضع طالبان خوب میبینن که به خیر صلاح وطن است؟ والا فعلا ما کدام چیز گفتن میتونیم در این باره، بخاطر از اینکه هنوز معلوم نیست، بخاطر از اینکه در طول چند ماه گفتن که ما قتل نمی کنیم، عفو عمومی میکنیم. اما ما میبینیم که میدیا پخش میکنن که دخترم میزنن، که زنم میزنن، او را میزنن. این خو عفو عمومی نیست. وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم از مدینه به مکه آمد، عفو عمومی کرد، هیچ کس را نکشت، سر هیچ کس ظلم نکرد، پس عدالت اسلام بر جا شد. وقتی اما او دختر گفتن امروز باز در میدیا آمد، روی کشی کردن طالبا که ما نبودیم. خبر ندارم، از اون قدر خبر ندارم، از اون ندارم. باقیشه که مردم در میدیا میپرته، پروپاگاندای مختلف هست. اگه آدم گفته نمیتونه که کدامش درست است، کدامش نیست. کارهایی که طالبا کرده در ظرفی دو ماه بر وفق مراد شما است، شما پیشتر از زمان از دوران ظاهر خان بله. تو وقت هم نوکر بودیم، گفتین که امی خارجی همیشه مداخله کرد. در افغانستان دکان داشتیم، پوستین میفروشیم، قالین میفروختیم، مردم میامد، توریست میامد. در سالهای دوره ظاهر خان یادم رفته دیگه، حال مثل مزدر زیاب شده دیگه. او دوره آرامی بود، ما مکتب داشتیم، سینما داشتیم، بچه و دختر مکتب میرفتن، درس میخوندن. پیش از ما امان الله خان خواست که مملکت ما را پیش از امریکا کده بالاتر جور کنه، اما متاسفانه دست خارجی ها به نام ملا و به نام شیخ و به نام سید تا وال افغانستان سوء استفاده است.
و همسایه ما سخفر الله ملا رو چیز نگوید؟ نه من خودم ملا بودم. این ملا خدای رای دین گم کرده، در میان موجزنبور انگبین گم کرده. از جبین ترش ملا آن قدر به خود شدم، سجده و سجاده را روی زمین گم کردم. مگر اسلام جستس پیز محبت لو است، عاشقی است. همی که میگه السلام علیکم در مقابل یک برادر و سسترت، اونمور سل سلامتی میتی که یعنی آرزومند صحتمند باشه، میشه خداوند با تو باشه. اما اسلام میره نگفته که بکش آدمه. شما چرا ملا شدین ولی از ملاگری برام؟ نه خود دوره بود که پیش که جهاد افغانستان شروع شه، باز ما هم از طریق نورستان بودیم و باز پکشی ها بودیم، باز اینجا باز بالاخره موفق شدیم، باز بالاخره دست خارجی که آمد ما دست کشیدیم. پس در کدام زمان بر اولین بار خارجی مداخله کرد افغانستان؟ در افغانستان اگر بگویم براتون از 150 سال است که خارجی فعالیت داره. امان الله خانم در مجمعیه بود وقت کدام خارجی ها کدام مملکت نقش برتش بوده دیگه بوده فعالیت داشتن که از این مملکت باید یک چیز بسن مسته که تایوان و بنکاک اینجا مستمره انگلیس بود 165 سال او را میخواد افغانستان هم. مردم افغانستان گفت نه ما نمیخواییم میره، ما آزادی خدا میخواییم، آرامی خدا. این دنیا برای یک روز از آمده ما میریم، اعمال نیک نداشتیم هیچ موفق نیستیم که در جنت داخل شیم. تنها گناه طالب نیست، تمام مردم مرد سالاری میکنن، همیشه جامعه مرد سالاری داریم. داریم از وقت شما احترام خانم تا نداریم؟ چرا نه؟ چرا نه؟ چی پیام دارین برای طالبا که مکاتب بسته کردن؟ نه باید پس اجازه بدن که شروع کنن، سیاسترهای ما شروع کنن، دخترهای ما شروع کنن، ادوکیشن داشته باشن. باید برای زن دکتر زن باشه، برای مرد دکتر مرد باشه، احترام به تمامشون باید داشته باشه. دکتر محرم است؟ نه محرم است، محرم است وقتی که ضرورت بود آه چرا نه، اما که نبود باید همه دخترهای ما رو بانن به تحصیل بانن، باید ادوکیشن داشته باشن. دکتر اندونزیا پیشرفت کرده، مالیشیا پیشرفت کرده، در خود عربستان ببینین که چی کار است. اما لطفا مملکت ما را زیر پا نکنین، مگذارین پلیز. ولی استقلال واقعی افغانستان کی گرفته؟ کدام پاچا در بدست آوردن استقلال کمکت؟ غازی امان الله خانم کارکردهش زیر سوال برده، میگه شما که گفتین 150 سال است که نه ایره خود است خارجی 150 سال به منافع شخصی خود چیزایی که دارن در افغانستان نشرال چی میگن در انگلیسی که چیزای مثلا ما شما هزار چیز داریم واره بگیرن و یک راه جور کنن دگه و منافع شخصی خود کار میکنن. پس چرا ما شما منافع شخصی خود کار نکنیم؟ چرا برای خود کار نکنیم؟ چرا عقل نداریم؟ شاید نه عقل داریم اما راگم هستیم که کجا بریم. احترام به یکی دیگه نداریم، در قصه مملکت نیستیم، در قصه خاک نیستیم. ما در اینجا پیزا جور میکنم. افغانستان چی میکرده؟ در افغانستان پوستین فروشی و قالین فروشی داشتم. تاجر پوست بوده. بر صورت یک دنیا تشکر، ممنون، سلامت باشین. پیشتر گفتین که اول ملا بودین. ملا را که دیدم که بسیار گمراه شدن پشتشان ایلا کردن، گفتم مرا تیر. خیبه میرتباط یک بیت بسیار قشنگ است، میگه عاشقان عشق را رها نکنید، دل از این ماجرا جدا نکنید، پشت ملا و مولوی نروید، پیروی غیر از خدا نکنید، تا خداوند تو غنی باشد، چشم بر جیب اغنیا نکنید. زنده باد. هر قضا میکنی بجا، لیکن دیدن یار را قضا نکنید. غیر درگاه حضرت معشوق قامت خیش را دوتا نکنید. راست میگین، بالکل فرموده شما درست است، من تایید میکنم. شما بیان کردین امیال برای من. موفق باشین. سلامت.